اکنون شاید بسیاری از اینان درک کرده باشند که دیگر ملاعمر وجود ندارد و درباره گماشته شدن رهبرشان اختلافهای زیادی وجود دارند. پرسش بنیادی این است که پس از پخش خبر مرگ ملاعمر، آیا اینان زیر یک چتر فعالیتهایشان را به پیش خواهند برد؟ اکثریت قماندانان داخلی از رهبری مختار محمد منصور بیعت نمی کنند. عدم حضور ملا محمد عمر مشروعیت جنگ را از خود طالبا برداشته است که دیگر او مرجع فتوا از بین رفته است. اما آیا پس از ملا محمد عمر طالبان ناتوان خواهند شد؟ این را بانیم که معلوم شود که اینا در جنگ نقش داشتن و کسای دیگر بودن که جنگ ادامه می دادن. باید قضاوت او وقت بکنیم که به او حقیقت و صورت بسیار واضح و روشن برسیم که افغان ها نبودن، کسی دیگر بودن که جنگ ادامه می دادن. یکی از خواستهای مهم این است که حکومت وحدت ملی برای دستیابی به صلح هر آنچه در توان دارد باید انجام دهد و از فرصت به وجود آمده به گونه درست سود ببرد. نهادهای امنیتی افغانستان به خصوص سرقماندان اعلی از خواب غفلت بیدار شوند. وقت کار است که اینا از این خلا استفاده بکنند، در بین طالبایی که فعلا سه پارچه شده اینا نفوذ بکنند. به هر شکل اینا حداقل میتونن دو گروه پذیره به حکومت افغانستان در رابطه با صلح نزدیک بسازند و یک گروه دیگه خود به خود در انزوا قرار میگیره و اونا شکست خواهد کردن. اما ملا عبدالمنان برادر ملا محمد عمر هر گونه بیعت این گروه را با کسی رد می کند. موږ نه د چا سره بیعت کړی دی او نه هم د اختلافات په صورت کې د چا سره بیعت کولو ته آماده یو، او د علمای کرامو څخه مو خصوصي غوښتنه ده چې په طرف کې د درېدو پر ځای او یا د کوم چا سره د بیعت کولو پر ځای دی د اختلافات په حل کې کوشش وکړي. وزارت دفاع ملی طالبان را فریب خوردگان بیش نمی داند. باز رهبران این گروه پرسش هایی هم دارد. از اونایی سوال بکنیم که چرا با مو کسایی که همراهشان یک جای بودن برای از ما دروغ گفتن؟ چرا فریب دادن؟ آیا در اسلام فریب است؟ و کسایی که فریب میتن چگونه دوباره بالای از او باید اعتماد صورت بگیره؟ آگاهان به این باور هستند که نبود ملا محمد عمر دریچه گفتگوهای سال را بیشتر باز کرده است. زیرا در نبود ملا محمد عمر در میان این گروه چند دستگی هایی به میان خواهد آمد و بخش از این گروه علاقمند پیوستند بروند سال خواهند شد. دیده شود که از این فرصت به میان آمده حکومت وحدت ملی چگونه استفاده خواهد کرد.